صلح با التماس و پرداخت پول امکان پذیر است. علاقمندی و شتاب زدگی دولت افغانستان به مذاکره با طالبان سبب شده تا افراد مشکوک به نام رهبران و فرماندهان طالبان با دولت افغانستان وارد مذاکره شوند. وای از آدرس نمایندگی رهبری طالبان با مقامات بلندپایه حکومت ملاقات نموده و صدها هزار دلار را تحت تامین عناوین نصیب شوند. در تلاش های دولت برای گفتگو با طالبان از هیچ گونه تشویق از اعطای پول گرفته تا حذف نام های سران طالبان از فهرست سیاهی سازمان ملل متحد خودداری نشده و برای رسیدن به صلح چندین جرگه و نشست های پرهزینه نیز برگزار شده است. به نظر می رسد که پاسخ طالبان به فراخوان صلح بسیار روشن است. آنان پایان جنگ را با صلح نمی خواهند. در چنین وضعیت طبیعی است که دورنمای صلح مبهم و ناروشن خواهد بود. حال سوال این است که آیا این شورا در عمر یک ساله اش دستاوردهای داشته است؟ تأثیر ترور برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح بر آینده فعالیت این شورا چیست؟ چه کسانی می توانند جانشین آقای ربانی شوند؟ چیز سبب شده است تا طالبان احساس قدرت نموده و دست به خشونت های تازه تر و بیشتر بزنند؟ آیا با وجود پاسخ‌های مخالفان مسلح دولت می توان همچنان از آنان انتظار پیوستن بر روند صلح را داشت؟ در این برنامه کنکاش این همه پرسش‌ها را با مهمانان آقای عبدالجبار شلگری و سرور جوادی نمایندگان پیشین مجلس نمایندگان و آقای خلیل رومان نویسنده به بحث خواهم گرفت. آرزو میکنم با ما باشین. تشکر مهمان عزیز از سرورتان حضورتان در برنامه. آقای جوادی میخوایم بحث با شما آغاز کنم که با روند و سیاست کنونی دولت چقدر آوردن صلح امکان پذیر است؟ این همه آزار تضرع و امتیازدهی به طالبان. بسم الله الرحمن الرحیم. به نکته خوبی اشاره کردید. ببینید دولت افغانستان پس از سقوط حکومت طالبان و استقرار اداره موقت برنامه معینی را در برخورد با گروه های مسلحی که در نتیجه عملیات نیروهای بین المللی از هم پاشیدن نداشتند. یعنی در آغاز اگر ما مسائل بررسی بکنیم دولت افغانستان از انهدام، از نابودی و از برچیدن بساط همه کسایی که در مخالفت با دولت افغانستان یا در مخالفت با جریان جدید بوده قرار داشت و این تأکید مشترک سران دولت افغانستان و آمریکا و در مجموع ناتو که بعد هم وارد قضیه شد بود. این نشان میده که اینا در آغاز فکر دیگه ای داشتن، اما رفته رفته وضعیت به گونه ای شد که پس مخالفین مسلح دولت افغانستان به صحنه بازی ها برگشت. چی چیز مخالفین مسلح دولت دوباره زنده است؟ این عوامل متعدد داره. یک، بی برنامگی که در دولت بود. دولت افغانستان باید با برنامه های مشخص و معین و با ارائه کارکردهای سالم و با ساختنی یک دولت و یک اداره توانمند منسجم و سالم و بر مبنای قانون فرصت بازگشت هر نوع مخالفت را باید مخالفین را باید میستاند که این کار نشد. دوم، دولت از آغاز باید سیاست مذاکره و گفتگو را در پیش میگرفت و از همه آغاز زمانی که دیگه طالبا احساس کرده بود که شکست خورده وارد گفتگو و مذاکره می شود. اما دولت افغانستان زمانی وارد بحث گفتگو و مذاکره می شود که دیگه هر نوع طرح صلح برای طالبان به معنای پیروزی از اونا و به معنای بازگشت از اونا در بازی های سیاسی و امتیازگیری هست. آقای جوادی، سوال اساسی همی است. در لحظه و زمانی که طالبان آماده مذاکره بودند دولت آماده نشد، حال که طالبان آمده مذاکره نیستن دولت آمده میشن، دلیل همین تفاوت چی است؟ مرز کردم که دلیل تفاوت در است که دولت افغانستان در آغاز فکر دیگه ای داشت و گمان میکرد که دیگه پیروزی مطلق میدان هست و هیچ نوع مشکلی را نخواد داشت و حکومت میکنه. حال فکر میکنه که دولت ناکام است؟ مسلما با توجه به اینکه بازگشت دوباره مخالفین مسلح زمینه های بیرونی بسیار قوی را هم داره. یعنی با یک دولت ناکام طالب هایی که حال پیروزی را خودشان میدانند فکر میکنید که آماده مذاکره شوند؟ ما میبینیم عملا که طالبان یک چنین آمادگی را نداره و نه تنها آمادگی نداره، بلکه ما در پیامی که به مناسبت عید فطر از آدرس ملا محمد عمر نشر شد در او پیام همیشه سخن از پیروزی گفته شده و در او پیام به نابودی آخرین یا به اصطلاح اخراج آخرین سربازهای خارجی مطرح شده و راه مشروعی را هم که مطرح ساخته برای حل مسائل
داخل افغانستان رای مشروع از دید ملا محمد عمر طبیعی است که افکار و اندیشه ها یا راه است که خود از اونا برای رسیدن به قدرت و سقوط دادن یک رژیمی به نظر از اونا تحت الحمایه اشغالگران بین المللی هست. پس میخواستم این را بگم که با آمدن قوای بین المللی در افغانستان دو در واقع فاز جدا دارد. یک، این قوا آمدن به خاطر که یک حکومت اقتدارگرا، مطلقگرا و سرکوبگر و خشونتگر است نابود بسازه و در واقع برگردانه حاکمیت به مردم. مرحله بعد مرحله افزایش نیروها و حضور ناتو هست. ببینید بحث نیروهای بین المللی با ناتو که یک پیمان نظامی مشخص است جداست. ناتو وقتی در اینجا می آید حدود سربازهای بین المللی یا ناتو در اینجا تا 130,000 میرسه، حساسیت های منطقوی برانگیخته میشه که یک بخش دلیل بازگشت مخالفین مسلح حساس شدن کشورها همسایه های ما در منطقه است و فعال شدن از اونا برای ایجاد چالش در مسیر تقویه یا به اصطلاح تحکیم پایه های قوت های بین المللی است. و امروز ما و شما میبینیم که عملا پاکستان و ایران یا تهران و اسلام آباد در موقف واحد قرار گرفته. ما چند روز قبل از اسلام آباد آمدم، من فضای اسلام آباد حداقل به شکل ظاهری به مراتب داغتر ضد آمریکایی از فضای تهران دیدم. پس این نشان دهنده از این هست که از حضور ناتو و قوت های بین المللی در افغانستان کشورهای منطقه صرفا برداشت سرکوبی گروه های افراطگرا و تندرو را نداره. حتی این تردیدها وجود داره که ممکنه در باز احیا کردن گروه های مسلح علیه مخالف دولت افغانستان بعضی از شبکه های استخباراتی غربی دست داشته باشد، چنان که بازی هایی که در هلمند توسط انگلیسی ها صورت گرفت و واگذاری مناطق در اختیار طالبا و حکومت کردن از اونها و حتی بعضی چشمدید ها وجود داره که کاروان های مواد مخدر هم توسط هلیکوپتر های انگلیسی اسکوت میشد. خلاصه بگویم که چی چیز مانع موفقیت امیر روند صلح در افغانستان شده؟ چندین مورد است: مداخلات کشورهای همسایه، حرکات ضد آمریکایی در منطقه در تهران و اسلام آباد، ضعف در حکومت افغانستان و یایی که عدم استقلالیت طالب ها. چی چیز سبب شده که روند صلح نموفق باشه؟ مجموع عوامل در کنار هم قرار میگیره. یک بخش از عوامل مربوط به این طرف است، بخش مربوط به آن طرف است. اون چی که مربوط به این طرف هست ایست که دولت افغانستان نتوانست از خود یک چهره سالم را برای مردم افغانستان و نتوانست یک چهره قابل قبول و مورد اعتماد را برای مردم افغانستان ارائه بکنه. یک، دو، در درون دولت افغانستان پالیسی واحد و منسجم برای جنگ یا صلح وجود نداره و در واقع دولت افغانستان گرایش دوگانه داره. بعضی آنقدر افراطی صلح طلب هست که هر چقدر هم از جانب مقابل پاسخ کشتار باشه باز هم میگه صلح، و بعضی دیگر هیچ اعتقاد و باوری بر روند گفتگو و مذاکره نداره. در جانب آن طرف پراکندگی نیروهایی که با دولت افغانستان میجنگه، اونا هم یک مرکزیت واحدی نداره که تصمیم واحدی را بگیره. هر جنا در اختیار یک بخش از دولت‌های بیرون از افغانستان و دولت‌های رقیب یا مخالف افغانستان هست. و همچنین فعال بودن استخبارات منطقه در اینجا، ما فعلا افغانستان صحنه جنگ استخباراتی شده و در جنگ استخباراتی دولت افغانستان در واقع در حاشیه قرار تشکر.